توهین و استفاده از الفاظ رکیک در فضای مجازی باعث ناراحتی بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی شده و مشکل ایجاد کرده. به نظر شما دلیل اصلی این رفتارها چیه؟ بیاین روی خط و نظراتتون رو با ما مطرح کنین با شماره تلفن 202-260-7110. میتونین تلفن هاتون رو از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برای ما ارسال کنین تا همکارانم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونین از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری با برنامه روی خط همراه باشین. فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و کانال تلگرام روی خط رو فراموش نکنین. من روزیتا ایراندوست در یک ساعت پیش رو با شما همراه هستم با برنامه روی خط از بخش فارسی صدای آمریکا. سلام، به برنامه روی خط خوش اومدین. بارها شاهد بی اخلاقی کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی بودیم، از حمله و توهین به صفحات اجتماعی بازیکنان ورزشی گرفته تا صفحات هنرمندان. بسیاری معتقدند فرهنگ استفاده صحیح از شبکه‌های اجتماعی آموزش داده نشده و باید در این خصوص فرهنگ سازی بشه. شما تا چه حد با این نظریه موافقین؟ آیا این مسئله برمیگرده به پایین بودن آستانه تحمل کاربران؟ به نظر شما علت اصلی این مسئله چیه؟ در یک ساعت پیش رو میتونین با ما همراه باشین. از طریق پیامگیر هم میتونین نظراتتون رو در برنامه منعکس کنین. پیامگیر ما هست 202-382-7205. امشب در برنامه روی خط همراه هستیم با آقای حسین قاضیان، جامعه شناس در برنامه، که با هم پاسخ سوالهای ما رو خواهند داد، هم پاسخ سوالهای شما رو منتظرتون هستیم. سلام آقای قاضیان، خوش آمدیم به برنامه روی خط. خیلی متشکرم، منم به شما و بینندگان سلام میکنم. تشکر. آقای قاضیان، خب این یه مسئله ای که تحقیقات زیادی درباره اون انجام شده، شما هم میدونم تحقیقاتی کردین، بحث‌های خیلی زیادی هستش. به نظر شما علت اصلی این موضوع چیه؟ چرا اینقدر توهین میکنن و خیلی راحت به خودشون اجازه میدن که از الفاظ رکیک توی این شبکه‌های اجتماعی استفاده کنن؟ خب من اگر واقعا بخوام وارد بحث علت ها بشم، کل برنامه رو باید به من اختصاص بدید و همه وقت رو از شنوندگانتون و بینندگانتون بگیرید. بنابراین اجازه بدید به مرور در طول برنامه و همراه با تلفن هایی که میشه این علت ها رو بکاویم و پیش بریم. ولی این رو در نظر داشته باشید که اصولا مثلا در زبان انگلیسی بررسی کردن، دیدن در یک روز ما 0.5 تا 0.7 کلماتی که به کار میبریم شامل فحش میشه، در حالی که مثلا فرض کنید ضمیر اول شخص رو، چه فاعلی چه مفعولی چه ملکی، ما 1% به کار میبریم. برای فاصله خیلی زیادی واقعا وجود نداره از این طرف. از طرف دیگه ما در زبان فارسی چنین تحقیقاتی نداریم، یا من ندیدم دست کم که ببینیم در زبان فارسی وضعیت چطوره، اما خودمون بالاخره توی خیابون و فروشگاه و مغازه و اینور و اونور دیدیم و شنیدیم و میبینیم که فحش در اطراف ما پخشه و ما بارها و بارها گوشمون در واقع میشنوه در طول روز یا میخونه حتی در اینور اونور. مسئله ای که پیش میاد اینه که در شبکه‌های اجتماعی تراکم پیدا میکنه، یعنی ما در طول روز این رو به صورت پخش میبینیم و گسترده و ممکنه کمتر باش مواجه بشیم، ولی وقتی به یک صفحه خاص میریم و تمام اون آدم‌هایی که در طول روزهای مختلف در جاهای متفاوت ممکن اون کلمات رو به کار ببرن، یک جا احتمالاً حضور پیدا میکنن و اونجا این تراکم و غلظتش ناگهان به چشم ما میاد. مثلا در زبان انگلیسی وقتی مقایسه کردن در توییتر، اینجا همین تراکم هست، یعنی چیزی حدود 1.5 برابر کلمات رکیکی که معمولاً در زبان روزمره به کار برده میشه در توییتر به کار برده میشه. بنابراین این تراکم اینجا هم کاملاً محسوس. حالا اینکه علتهاش دقیقاً چیه، چه چیزهایی باعث میشه که مردم اونجا راحت تر باشن یا این زبان رو به کار برن، در مورد ملیت‌های مختلف و خصوصاً در مورد کاربران ایرانی ممکنه دلایل متفاوتی داشته باشه که اگه اجازه بدید به مرور، برای اینکه سخن من هم طولانی نشه، در طول برنامه بهش میپردازم. حتماً ممنون از اینکه توضیحات ابتدایی رو برامون دادین. حتماً در طول برنامه رو سوالات دیگر هم مطرح میکنیم. اجازه بدین اول بریم سراغ بیننده‌ای که از طریق تلفن با ما همراه هستن. آقای حامد از اصفهان، سلام، روی خطیم بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. عرض میکنم خدمت شما و خدمت کارشناس محترم. من میخوام از شما و کارشناس محترم این سوال کنم که الان این آماره هایی که میگید واقعا بر اساس چه معیاریه؟ واقعا من فکر میکنم اینجوری نیست و این واقعا این که میگید که آقای حامد شما سری زدین به صفحه یکی از بازیکنان فوتبال، آقای مسی، که خب سر و صدای خیلی زیادی هم کرده بود در ایران، یا اون خانم مجری برنامه مال فوتبال بود، یا همینطور صفحه فوتبال فال فیفا، آیا شما سری به این صفحات زدین، یا همینطور هنرپیشه‌های ایرانی؟ ببینید خانم رودیتا، از کجا معلوم که این ایرانیایی که الان شما نام برید واقعا ایرانی داخل ایران باشن؟ و از کجا معلوم که واقعا این افراد شخصیت های ساخته شده نباشن؟ شما چجوری میتونید اینو تعمیم بدید به این که واقعا اینا ایرانی های داخل ایران هستن؟ من حالا فرض بر این بذاریم که اینا ایرانیان خارج از ایران هستن، به نظر شما دلیل اصلی چنین مسئله چیه؟ من فکر میکنم ببینید من یعنی برآورد من اینه که اون کسایی که ایرانیه که داخل ایران هستن و در واقع کسایی که تفکرات موافق جمهوری اسلامی دارن از نظر شما افراد بی اخلاقی هستن. شما اصلا ببخشید آقای حامد، شما در ابتدای برنامه ما چیزی بر مبنای اینکه ما اشاره کرده باشیم اینها افرادی از طرف حکومت ایرانن یا اینکه بحث سیاسی داشته باشیم ما داشتیم؟ این مسئله کاملا مسئله اجتماعی هستش. ممنون از شما که در برنامه شرکت کردین. ما حالا آقای حامد، امثال آقای حامد هم زیاد خواهم بود در طول برنامه. ما اصلا بحث سیاسی نداریم، این مسئله کاملا اجتماعی هستش. به همین دلیل جامعه شناس دعوت کردیم در برنامه‌مون. حتما بیننده برنامه روی خط باشین تا انتهای برنامه، امیدوارم جواب سوالتون رو بگیرین. آقای رامین از کرج از طریق اسکایپ روی خطین، سلام بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم روزیتا، و ادب و احترام خدمت شما و مهمون برنامه‌تون. من فکر میکنم که برای بررسی بهتر این موضوع باید به چند تا نکته دقت کنیم. من اول نظر شخصی خودم رو دارم میگم. من فکر میکنم که شبکه صدای آمریکا مرجع ذی‌صلاحی برای بررسی موضوع اخلاق نیست حقیقتاً، و این موضوع نباید توی اینجا مطرح بشه. اینکه شما خودتون رو توی جایگاهی قرار میدید که مردم ایران رو قضاوت کنید، شاید خودش نوعی بی اخلاقی باشه در واقع. اینکه حالا همین اشاره‌ای که شد، تصور شما این باشه که مردم ایران هر کاری انجام میدن بی ادبی و دور از اخلاق باشه، یه مقداری غیر منصفانه است. خیلی ممنون از شما که نظرتون رو مطرح کردین. حالا قطعا نظرات دیگه ای هم در برنامه خواهیم داشت. صحبت خاصی دارین؟ بله، من میخواستم نسبت به مطلبی که آقای حامد گفتن از اصفهان توضیح بدم، و اینکه خب واقعا اینجا ما بحث سیاسی نمی کنیم که کسانی که زنگ میزنن و مثلا در برنامه شما یا در فیسبوک یا در توییتر حرفای رکیک به کار میبرن، اینا طرفدارای جمهوری اسلامی هستن یا مخالفین جمهوری اسلامی هستن یا چیزای دیگری. خب اینجا بحث واقعا اینها نیست، اینم منحصر به ملت و مردم ایران نیست، همه جای جهان وجود داره. آمار و ارقامی هم که من اشاره کردم ابتدا اتفاقا در مورد آمریکایی است. مثلا فرض کنید تحقیق کردن دیدن که کانادایی ها در زبان روزمرهشون بیشتر کلمات رکیک و فحش به کار میبرن تا آمریکایی ها یا انگلیسی ها، و برعکس مثلا در بین دوستانشون البته، و انگلیسی ها برعکس کلمات بیشتری از اینها رو از غریبه ها میشنوند. این بحث و بررسی ها نه به ملیت ربط داره، نه به ناسیونالیسم، نه به دادن درس اخلاق، اینکه چه کشور بی اخلاقه یا مردمش خوبن یا بدن، یا چرا باید این کارو کرد چرا نباید این کار. اینا بحثایی است که موضوع لاغت بحث من نیست. بحثی که ما داریم در اینجا مطرح میکنیم این است که این پدیده وجود داره، یعنی به راحتی میتونید برید ببینید توی شبکه‌های اجتماعی صفحات بسیاری هست که فحشای بسیاری توش داده میشه، با رکیک‌ترین کلمات اینها به کار برده میشه، این آی پی هاشون قابل کنترله و میشه فهمید که از ایران هستن یا نه، و چیزهای دیگری که به هر حال نشون میده نوع زبانی که به کار میبرن، نوع فرهنگی که توی اون زبان وجود داره که یک خارجی لزوما اونها رو نمیتونه حتی با دونستن فارسی تقلید بکنه. همه اینها گواهی این هستش که خب اینا ایرانی هستن و ما اینو نباید خودمون قایم بکنیم. حالا تو شبکه‌های اجتماعی رو قایم بکنیم، در طول زندگی روزمره که با هر دعوایی ما این فحش و فحشکشی رو میبینیم، تو خانواده ها، تو استادیوم، تو این ور تو اون ور،
اینو نباید پنهان کنیم. این درست مثل کاری است که تلویزیون ما میکنه وقتی چند نفر تو استادیوم، یعنی چندین هزار نفر بلند میشن و به داور فحاشی میکنن، میگن عده معدود تماشاگر نما. نه اونا تماشاگر نما هستن، نه عده معدود، اونا همون تماشاگران و همون مردم عادی هستن که بلند شدن در مقیاس چند هزاری فحش میدن. قایم کردن مشکلات ما باعث نمیشه اینو حل کنیم و فکر کنیم که اگر اینو قایمش کنیم و آوردنش بیرون موجب شرم ماست، به نظر من باعث حل مشکل نمیشه. یکی از معضلات همین هستش که صورت مسئله رو بخوایم پاکش بکنیم. اجازه بدین یک نظر رو هم من براتون بخونم. یکی از کاربرانمون به نام فرشته نوشته این مسئله یه مقدار پیچیده‌تر از این هستش که یک عامل رو براش در نظر بگیریم. میگه به نظر من چندین علت داره. جامعه در حال گذار از یک جو سنتی به مدرنه که همین خودش یک نوع گسستگی تفکرات بین نسل قبل و جدید به وجود میاره، تا جایی که حتی اخلاقیاتی که توسط بزرگترها مورد تاکید قرار گرفته توسط نسل جدید مورد تمسخر قرار میگیره و هرچند که در باطن معتقد باشن که کارشون اشتباهه. همینطور بیرنگ شدن اعتقادات مذهبی در نسل جدید. مورد دیگه ای رو که این کاربر اشاره کرده انباشته شدن عقده در دل جوانان، میگه به علت بیتوجهی مسئولان و برخورد مغرضانه اونها. در ادامه برنامه روی خط با ما همراه باشین. یاسد بیننده بخش فارسی صدای آمریکا باشید. سری زدیم به صفحه یکی از هنرمندان ایرانی، بازیگران ایرانی، رامبد جوان. در صفحه اینستاگرامش مطلبی رو منتشر کرده در رابطه با همین مسئله، توهین و استفاده از الفاظ رکیک. میگه به نظرم دیگه وقتشه با ادعای فرهنگ و نودوستی و تمدن و احترامی که داریم به این روحیه نامهربان و پرخاشگر و بیدلیل معترض فکر بکنیم. در کنار ابراز علاقه و میگه کامنت های انرژی بخش عده ای از دوستان، یه عده هم هستن که روی هر پست و عکسی فقط دارن بالا میرن، این همه تهوع دلیلش چی هستش؟ در ادامه هم میگه که این همه خشم به همه چی جای نگرانی داره. باز هم در انتها میگه دوستشون دارم، با اینکه یه عده واقعا شورش رو در میارن. یک توییت هم براتون آماده کردم در همین رابطه. محمد رضا میگه چیزی با سلیقه‌شون نمیخوره، فحش ندین. یکی دیگه ممکنه این رو دوست داشته باشه، توهین نکن هموطن، این همه زور میزنی بیای شبکه های اجتماعی که فحش بدی. خب این مسئله رو ما مطرح کردیم که خب توهین هستش، ولی واقعا استفاده از این الفاظ رکیک توی پیام های مجازی چه ویژگی هایی میتونه برای این اشخاص داشته؟ یعنی واقعا این اشخاص چه ویژگی هایی دارن، این کسانی که این پیام ها رو میذارن؟ اجازه بدید قبل از اینکه وارد اون موضوع بشیم، چون به اینستاگرام آقای رامبد جوان اشاره کردید، من در تایید اون نکته که قبلا گفتم در مورد اینکه این فضا پر از این فحش است اشاره کنم که چند وقت پیش یکی از بازیکنان پرسپولیس مهدی طارمی که پنالتی ها رو خراب میکرد، انقدر بهش فحش دادن که اینستاگرامش رو بست و بقیه بازیکنان پرسپولیس هم به حمایت از اون اینستاگرامشون رو بستن. همین هفته که استقلال مساوی کرد جلوی استقلال اهواز و انتظار داشتن هواداران ببرن، انقدر صفحات اینا پر از فحش شد که همشون بلاتفاق صفحشون رو بستن. بنابراین نباید اینا رو به نظر من کنار گذاشت و اینا دیگه دو پدیده کاملا جدید و اخیر. برای رسیدن به اون موضوعی که شما مطرح کردید که چه کسانی هستن، باید به نظر من اول فهمید که فحش یعنی چی. چون فحش در واقع یک نوع تخلیه هیجان هست از طریق کاربرد زبان. این تخلیه هیجان دو تا خاصیت اساسی داره، یکی مسکن روانیه، یکی مسکن بدنی، مسکن جسمی. یعنی تحقیقات نشون داده که هم شما وقتی فحش میدید از لحاظ روانی تخلیه میشید، عصبانیتتون رو، حتی غمتون رو از این طریق تخلیه میکنید، هم حتی نشون داده شده تحقیقات که مسکن جسمی هم هست، یعنی برای جسم شما هم گاهی اوقات مفیده. بنابراین بعضیا حتی بر اساس این تحقیق توصیه میکنن که شما اگه عصبانی هستید فحش بدید تا این عصبانیت خالی بشه و جسمتون به عنوان مسکن روش عمل بکنه و کار بکنه. این تحقیق کوچکی نیست، برندگان جایزه نوبل این تحقیق رو انجام دادن و ساده نیست مسئله فحش به این
که ما معمولا باش برخورد میکنیم اینها. بنابراین اگر فحش رو به این معنی تلقی کنیم، همه ما ممکنه در طول روز با این تخلیه هیجان از طریق زبان روبرو باشیم. حالا غلظت یا اندازه یا دوزاج فحشی که به کار میبریم ممکنه متفاوت باشه و اونجاست که پای شخصیت‌های متفاوت به میون میاد. یعنی شخصیت‌ها بنا به نوع تربیتی که دارن، نوع کنترل‌هایی که از بیرون روشون ممکنه بشه، ممکنه واکنش‌های زبانی متفاوتی برای تخلیه هیجانات خودشون نشون بدن. تحقیقاتی که توی این زمینه شده نشون میده که مثلا به عنوان مثال خیلی روشنه که مردان بیشتر از زنان این رو به کار میبرن. نوع کسانی هم که مورد فحش قرار میگیرن متفاوتن. مثلا در توییتر اون 1% کسانی که بیشترین فالوورها رو دارن، یعنی بالای 68,000 تا فالوور داشتن، بیشترین الفاظ توهین‌آمیز بهشون نصیبشون شده در واقع، و اون کسانی که جز 10% پایین‌ترین فالوورها هستن، یعنی تقریبا معدل 2.3 فالوور داشتن، اینا کمترین میزان فحشا بهشون به اصطلاح ارسال شده. بنابراین خود این هم گویا به اینکه چقدر معروف هستن. بله دقیقاً، و این خیلی مهم برای اینکه شما وقتی تو اونجا حاضر میشید میخواید جلب توجه هم بکنید. یه بازاری است که آدما زیادن و گاهی اوقات اتفاقا فحش وسیله است برای اینکه شما اونجا برجسته بشید، چون اتفاقا همون تحقیقات نشون داده که این توییتایی که توش فحش و کلمات رکیک است بیشتر ریتوییت میشه تا توییت های دیگه. بنابراین خود کاربران هم متوجه میشن که اگر با فحش در این صحنه حضور پیدا کنه ممکن مورد اقبال بیشتری قرار بگیرن. خیلی ممنون. اجازه بدین دوباره بریم سراغ تلفن ها. آقای سپهر از شیراز روی خط هستیم. سلام بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم ایران دوست. ممنون. جناب خانم ایران دوست، من به نظر من موضوعی رو که قرار دادید موضوع در نگاه کلی خوبه، اما اینکه میاد به طور کلی و مطلق میگید که ایرانی ها در فضای مجازی اینگونه هستن. آقای سپهر شما اجازه بدین پیش از اینکه شما بخواین ادامه بدین، ابتدای برنامه ما همونطور که اشاره کردیم اولا اینکه برنامه ما مخاطب ایرانی داره، ولی آقای قاضیان اشاره کردن که در کشورهای دیگه هم وجود داره، این فقط مختص ایران نیستش. ما اگر اشاره میکنیم کاربران ایرانی به خاطر اینکه مخاطب برنامه ما کاربر ایرانی هستش، بیننده برنامه ما یک ایرانی هستش که پشت تلویزیون نشسته داره نگاه میکنه، بنابراین ما باید اون رو مخاطب قرار بدیم، در حالی که آقای قاضیان اشاره کردن که در کشورهای دیگه هم وجود داره، شدت و ضعف داره ولی وجود داره در همه جا. بفرمایید. بله خانم ایران دوست، من یه مثال میخوام بزنم. من از شیراز تماس گرفتم. اگر یک نفر وارد شیراز بشه، اولین نفری که برخورد بکنه بهش یه توهینی بکنن، اون باید بگه همه شیرازی ها اینطوری هن. من نمیگم شما مخاطبتون دیگرانن، بله ایرانی ها هستن، اما اینکه شما میرسه همه ایرانی ها در فضای مجازی اینگونن، این توهینه. هیچ عنوان ما ننوشتیم همه ایرانیان هستن. بسیاری از ایرانیان دیدین که ما در ابتدای برنامه اشاره کردیم. خیلی ممنون از اینکه شما شرکت کردین در برنامه. آقای سلیمی از آمریکا از طریق اسکایپ روی خط هستیم. بفرمایید. سلام. سلام خانم، خسته نباشین. تشکر. وقتتون بخیر. خب من میخوام بگم کارشناستون هم هست، اینکه زمانی که قفل یه مسئله توی جامعه میشکنه، این باعث میشه که متاسفانه فراگیر بشه. نمونهش همین فحشی که توی استادیوم ها میدن موقعی که بازی هست، توی فضای مجازی قبل از اینکه فضای مجازی بیاد توی ایران فرهنگ سازی نشد و متاسفانه الانم که اومد قب این مسئله شکست و باعث شد که مردم اگه بخوان یه نظری بدن یا بخوان مخالفت کنن به یه چیزی، ابزار توهین رو انتخاب کنن و این خیلی بده. امیدوارم که یک نهادی، یک فرهنگستانی، یک چیزی توی ایران درست بشه و اینو آموزش بده. حالا شبکه شما هم که این موضوع رو انتخاب کرده خیلی خوبه و امیدوارم که مسئله ها دنبالدار باشه و بتونین بیشتر به این موضوعات بپردازین. تشکر از شما که در برنامه شرکت کردین. امیرعلی از سبزوار هم روی خط هستین. سلام بفرمایید. الو بفرمایید. بله ببینید، من مسئله که اصلا باش مشکل دارم، یه ادعای آقای قاضیان کردن، گفتن این مسئله از طریق آی پی هاشون در فیسبوک و اینا قابل شناساییه.
آقای قاضیان چون گویا سالیان در ایران زندگی نمی‌کنن، نمی‌دونن که برای اینا که میرن توی فیسبوک از فیلتر شکن استفاده می‌کنن و آی پی داخلی نمی‌ندازه. بعد ببینید الان شما خودتون تو خارج از کشور هستید، آقای قاضیان هستن، بعضی از کلمات استفاده می‌کنید، محاوره‌ای رو که افرادی هم که تو ایرانن استفاده می‌کنن. یعنی این که ما بخوایم بگیم چون فلان چیزی گفته افرادی هم که در ایران هستن دارن این کارو می‌کنن، به نظرم یه ادعای نادرستیه. خیلی ممنون از شما که در برنامه شرکت کردیم. متاسفانه آقای قاضیان ما یک عده بیننده داریم که بسیاری معتقد هستن که سازماندهی شده در برنامه شرکت میکنن، همشون تقریبا یک حرف رو تکرار میکنن، نفر اول میاد نفرهای بعدی هم پشت سرش دقیقا همون مسئله رو تکرار میکنن. از این مسئله که بگذریم، بیننده دیگه ایمون که آقای سلیمی بودن از آمریکا، مسئله فرهنگسازی اشاره کردن. واقعا خب خیلی معتقد هستن که استفاده صحیح از شبکه‌های اجتماعی آموزش داده نشده، نیاز به فرهنگ سازی داره. این تا چه حد میتونه صحت داشته باشه؟ اگر اجازه بدید من بذارید به این کسانی بپردازم که شما میگین به صورت سازماندهی شده وارد برنامه میشن. به نظر من اهمیتی نداره، همین که یه حرفایی میگن و بهانه است برای اینکه ما بتونیم حرفمون رو بزنیم کافی است. مثلا یکی از دوستان که زنگ زده بودن اشاره کردن که خب ملت ایران اینطوری نیست و شما چرا به ملت ایران میگید و اینا. من حتی وارد اون بحث نمیشم که اصلا ما گفتیم همه یا گفتیم بسیار یا حتی چیز دیگری، وارد این بحث بشیم که ما قرار نیست اینجا امتیاز بین ملت ها توضیح کنیم، یعنی بگیم این به این ملت کارت صدافری میدیم چون خیلی ملت با ادبیه، به اون ملت نمره صفر میدیم چون ملت بی ادبی. اصلا قرار نیست چنین کاری بکنیم. این مقدار بی ادبی که ما در بین مردم خودمون میبینیم کافی است که برای ما مسئله باشه و بخوایم مسئله رو حل کنیم. حالا ما فرض کنید اصلا بهترین و با ادب ترین مردم دنیا باشیم، ولی به هر حال این مقدار از بی ادبی رو ما به کار میبریم. شواهد و نمونه های بسیار داره و میتونیم اونها رو ببینیم. اما بپردازیم به ماجرای فرهنگ سازی. ببینید خیلی چیزا از این قبیل هست که شما امکان نداره براشون فرهنگ سازی بکنید، چون همیشه تحولات فرهنگی مؤخر هستن بر تحولات تکنولوژیک. اغلب این اتفاق نمیفته. در خود این کشورها هم که این پدیده ها به وجود میاد اینطوری نیست که اول یک فرهنگی برای مثلا استفاده از فیسبوک ساخته شده باشه بعد فیسبوک متولد شده باشه. اساسا متولد شدن اینها یک جریان تدریجی و رو به تکامله. یعنی فیسبوک امروزی فیسبوکی نیست که آقای زاکربرگ توی دانشگاه خودش روز اول داشت میساخت. ماهیتش متفاوت شده، شکل کاربردش متفاوت شده. بنابراین اگر هم قرار باشه برای چیزی فرهنگ ساخته بشه، این فرهنگ دائما باید ساخته بشه و اغلب هم چنین اتفاقی نمیفته. یعنی چیزی به نام یک مرکز، یک جای خاص که از بالا بخواد برای دیگران تعیین کنه که چجوری وارد این شبکه ها بشن نیست. اما تو که در جامعه این اتفاق نمیفته، ما ها با هم دیگه ارتباطاتی داریم و این ارتباطات ما یک نقشه درست میکنه، یک مجموعه از الگوها و ارزش ها درست میکنه که ما اون رو یاد میگیریم و دوباره تکرار میکنیم. اینجا هم همین اتفاق میفته و بنابراین یه جاهایی که این عامل کنترلی هست، مثلا شما میتونید برید ببینید توی صفحاتی که بحث میشه اما در اونجا خب فحش و فحشکاری هم نیست، چون آدمایی که با هم دیگه جمع شدن تحت کنترل یه ضوابطی که با هم دیگه عملا بدون هیچ توافق رسمی روش موافقت کردن دارن حرف میزنن و سطح کلام خودشون رو متناسب با اون فضایی که هست تنظیم میکنم. مثل اینکه شما وقتی وارد یه مجلس، یه مهمونی یا جایی میشید و احساس میکنید خب اینجا نمیشه از اون زبان مثلا کوچه بازار استفاده کرد، باید یه سطح دیگه به کار ببرید. همونطور که ما در جاهای متفاوت مقید هستیم به نحوه کاربرد زبان در اون جای خاص، در فضای مجازی هم همینطوره. در واقع زبان یک پدیده اجتماعی است، مقید میکنه ما را از طریق ساختی که از بیرون بر ما تحمیل میکنه، در جاهایی که شما هستید، آدمایی که باهاتون در ارتباط هستن و اینا. و ایناست که عملا اگه فرهنگ جامعه مردمی بالاتر باشه، با زبان بهتری بتونن با هم حرف بزنن، خود اون عامل مقید کننده و کنترل کننده است برای اینکه اون زبان کمتر به کار بره. اگر نیست پس معلومه که اون زبان هم زبان خیلی با ادبانه نیست. خیلی ممنون. اجازه بدین یه سری هم از نظرات رو حتما یه مرور بکنیم با هم دیگه. بختار یکی از کاربران فیسبوک هستش، میگه فرهنگ فحاشی فقط مختص شبکه‌های اینترنت نیست و در تمام جامعه ایران رایجه و این به خاطر زندگی پر از رنج و سختی و تهاجم و زورگویی که مردم ایران شبانه روز تجربه میکنن، نتیجه اون پرخاشگری و فحاشی هستش. فرزان میگه معمولا افراد با گروه‌های سنی خاص، اکثرا کم سن و سال، و دسته دیگه افراد متعصب به عقیده خاص، مثلا متعصب به دین یا
مذهب، قومیت یا نژاد اقدام به هتاکی و توهین میکنن، خصوصا اگر محتوای مطلب برخلاف عقیده اونها باشه. کاربر دیگه به نام مهنگار برامون در اینستاگرام نظر گذاشته، میگه بسیاری از ایرانیان تحملشون کم شده و در اکثر پیج‌ها بی احترامی میکنن و از کلمات رکیک استفاده میکنن. من فکر میکنم کمتر از یک دهه هستش که نوعی ادبیات خیلی زشت وارد زندگی روزمره ما ایرانی‌ها شده. یک سری جملات و فحش‌هایی که حتی دختران هم استفاده میکنن و متاسفانه فراگیر شده. بابک میگه عقده‌های شخصی، پایین اومدن فرهنگ عمومی و محدودیت‌های اجتماعی از عوامل اصلی فحاشی در شبکه‌های اجتماعی هستش. و توییتی هم براتون آماده کردم از یکی از کاربران توییتر به نام بادیه نشین، میگه تو شبکه‌های اجتماعی بحث فایده نداره. اگر نمیتونی نظر مخالف یا حتی توهین کسی رو تحمل کنی، سریع بلاک کن، سردرد برای خودت درست نکن. اینم یکی از راه‌هایی که خب حالا این کاربر پیشنهاد کرده. در ادامه برنامه روی خط با ما همراه باشین. instagram.com خط مورب VOA فارسی همراه صدای آمریکا با اینستاگرام. شما می‌بینید که چه عده‌ای کثیری هستن روی شبکه‌های اجتماعی اینترنت ریلی میون و اینها همیشه قصد تخریب دارن. روی شبکه خودتون می‌بینید شما اینا میان سازماندهی شده شدن، نیروهای رژیم هستن، فقط قصد تخریب، دروغ و اتهام رو دارن. همشون هم از یه موضوع فرق نمی کنه. معلومه که اینو سازمان اطلاعات به صورت یک بخشنامه به همه جا می فرسته و همه باید این موضوع رو به دروغ تایید کنن یا روی همون موضوع صحبت کنن. بیشتر از پیش رسوا میشن. اینا نمی دونن که به محضی که دهنشون باز کنن، مردم ایران می دونن اینها از نیروهای رژیم هست، چون کسی در موافقت با این رژیم نیست مگر خود نیروهای با برنامه روی خط همراه هستین. آقای قاضیان، در ابتدای برنامه اشاره کردین که خب به این عوامل در طول برنامه میپردازیم. اجازه بدین پس برگردیم به همون بحث، حالا چه عواملی باعث پیدایشی چنین پدیده‌ای میشه؟ خب میشه از اینجا شروع کرد که فحش در زبان روزمره و در کاربرد معمولی و در زندگی واقعی و نه در شبکه‌های اجتماعی چه وقت اتفاق میفته. اگر اینو بپذیریم که فحش در واقع تخلیه هیجان هست از طریق کاربرد زبان، پس در واقع پشتش هیجان انباشته است. اگر شما جایی برای تخلیه هیجانات نداشته باشید یا شیوهی برای کنترل هیجانات نداشته باشید، خب بدیهی است که ممکنه این هیجانات از طریق کاربرد زبان به صورت فحش تخلیه بشن. پس یکی از عوامل این استش که راهی برای تخلیه هیجان ممکنه وجود نداشته باشه یا مدیریت یا کنترل هیجانات آموخته نشده باشه. این هر دو در مورد جامعه ما صادقه. برای اینکه تخلیه هیجان گاهی اوقات از طریق بدن صورت میگیره و بدن باید این آزادی و فراغ بال رو داشته باشه که بتونه این هیجان رو خالی کنه. اگر شما این محیط رو کم بکنید، بنابراین طبیعتاً ممکنه این اتفاق نیفته. این هیجان ممکنه از طریق فعالیت‌های بدنی، فعالیت‌های جنسی یا چیزهای دیگری تخلیه بشه و انباشته نشه. اما از جهت دیگه‌ای، یعنی غیر از مسئله هیجان، مسئله گفتگو هم هست. چون ما از طریق زبان داریم فحش رو استفاده می‌کنیم، باید به این الگو هم توجه کنیم که کجا از فحش توی زندگی روزمره‌مون استفاده می‌کنیم. ما اغلب به دو جور فحش رو به کار می‌بریم. دو تا الگو عمده وجود داره. یکی ابتدا به ساکنه که اون هیجانات رو داره تخلیه می‌کنه. یکی هم در طول و مسیر یک ارتباط با فرد دیگری که معمولاً از طریق گفتگو صورت می‌گیره. وقتی اون گفتگو به بن‌بست میرسه و من احساس می‌کنم هیچ جوری نمی‌تونم طرف رو قانع کنم، نه اون می‌تونه منو قانع کنه، ولی ضمناً این گفتگو هیجانات رو در من افزایش داده، اونجا جای فحش به میون میاد. این الگو رو شما توی خود شبکه‌های اجتماعی هم می‌بینید. یعنی وقتی مثلا کسی پستی می‌ذاره، عکسی می‌ذاره یا چیزی، حالا بسته به نوع شبکه‌اش،
میبینید که بعضی از همون اول وارد میشن و کلمات حتی کانه و توهین آمیز به کار میبرن و اصلا کاری به محتوا آدم بحثی که اونجا در جریان هست نیست. اینا همونایی هستند که دارن هیجان رو تخلیه میکنن. اتفاقا در مورد همون توییترهای انگلیسی گفتم نشون داده شده که این تخلیه هیجانات اینطوری خیلی با دو تا عامل ارتباط داشته، یکی با عصبانیت، یکی با غم و ناراحتی. این دوتا خیلی همبستگی نزدیکی نشون دادن با کاربرد زبان فحش‌آمیز. اما یه جایی هست که گفتگو صورت میگیره و وقتی طرفین به بن‌بست میرسن اونجا فحش و فحشکاری در واقع از طرفین یا ممکنه حتی یک طرف شروع بشه. خب اینجا رو اگر دقت کنیم شاید به این دلیل باشه، یعنی دلیلی که اینجا میشه براش پیدا کرد این است که ما مدار و مسیر گفتگو رو خیلی نمیآموزیم، یاد نمیگیریم که با هم چگونه گفتگو کنیم. یه عوامل زمینه‌ای هم برای این مسئله هست، مثلا عدم تحمل، تعصب و غیرت شدید روی عقیده هایی که داریم و فکر میکنیم که این عقیده ناموسی است و اصلا از جاش تکون نباید بخوره. کاربری هم اشاره کرده به همین مسئله. بله دقیقاً. که اگر اینو بذاریم کنار مثلا واویلا شده. بنابراین اصلا بعضی از موضوعات رو قابل مذاکره و گفتگو نمیدونیم و وقتی اگه کسی بخواد وارد حریم گفتگو بکنه ما رو، ما همونجا توقف میکنیم و اگه طرف بخواد ادامه بده اون وقت کاربرد زبان فحش اینجا جا پیدا میکنه. بنابراین این دو تا الگو شاید توضیح بده برخی از عواملی رو که ممکنه پشت زبان فحش‌آمیز باشه، یعنی هیجانات، عدم تحمل و تعصب روی عقاید و یاد نگرفتن شیوه های گفتگو یا شیوه های تخلیه هیجان. خیلی ممنون. برمیگردیم به تلفن ها و اسکایپ. آقای آریو برزن از شیراز روی خط هستین از طریق اسکایپ. سلام، بفرمایید. متشکرم. با توجه که مملکت یعنی جامعه اسلام زده مثل ایران مثلا در دوران خیلی خیلی قدیما مسائل مشکلات خاص خودش داشته و در یه شرایط گذشته فعلی هم در دوره اصلاحات نخبگان و ادبا و شاعران خودشو داره خفه میکنه و میکشه و یا در یه موقعیتی که رئیس جمهورش این بی ادبانه میاد با اون ادبیات خودش اینجور کلماتو به کار میبره، خب واضح هستش به بقیه هم که میان دسترسی پیدا میکنه به سیبستان. اینا خود به خود یه آموزش غیر چی بگم بی ادبانه هم ترویج داده میشه. کلا این قضیه هستش و نهادهای فرهنگی و نهادهای ادبی رو هم سرکوب میکنن و هیچ کاری نویسنده توی زندانن، شعرها توی زندانن، انسانهای خوب همه در به در آواره. به این وضعیت هست، شما چه توقعی داری از یه جامعه اسلام زده مثل ایران یا مثل هر جای دیگه که بخواین این کلمات رو به کار ببرن؟ خب این یه وضعیت هستش که ریشه در همه چیز داره، تاریخ داره، جامعه خودش داره، آموزه‌ای که یاد میگیرن. متشکرم، موفق باشید. خیلی ممنون آقای آریو برزن. بهمن از کانادا روی خط هستین، سلام، بفرمایید. درود بر شما، سپاسگزار هستم. من یه مقداری فکر میکنم برنامه داره از جهت خودش منحرف میشه، برای اینکه ما این مسئله رو بایستی به این صورت ببینیم که درسته که در همه کشورهای دنیا از واژه‌های بد استفاده میشه، ولی در کشورهای دنیا بیشتر استفاده های انفرادی و شخصی داره، ولی در ایران به صورت دیگه ای هست. در ایران این واژه ها بیشتر یا از طریق دولت هست برای مردم و یا از طریق مردم هست برای دولت و جمهوری اسلامی سرانشون هم خودشون از این واژه ها استفاده می کنن. شما حساب بکنید که آقای خامنه ای سخنرانیاشون رو شما پخش کنید همش توهینه. آقای بهمن، حالا از این مسائل که بگذاریم، ولی خب بحث مسائل اجتماعی هم هستش. خب در ابتدای برنامه نمونه هایی هم ما گفتیم، حالا از فیسبوک آقای مسی گرفته که یک بازیگر فوتبال هستش تا بازیکنان فوتبال در ایران، همه اینها هم هستن. اینا حالا افراد سیاسی نیستن، از یک قسمتی هست ولی کل قضیه نیست که. ولی معمولا استفاده واژه ها توسط مردم نتیجه سرکوب فرهنگی و سیاسی و اجتماعی است که این فشار رو مردم با چجوری خالی بکنن. حالا اون قسمت ورزشش یک قسمتی از به اصطلاح کل این البته هنرمند
هنرمندا هم هستن تنها فقط آنها یک نمونه گفتن هنرمندا هم اینا هم مورد بی حرمتی قرار گرفتن و به اینها حرفای رکیک زدن و شما خودتون بارها این اخبارا رو پخش کردید و در نتیجه اینه که مردم احساس در حال احساس خستگی میکنن، احساس اینه میکنن که بهشون تحقیر شدن، اینا تحقیر شدن این مردم. این مردم دارای فرهنگ خیلی بهتری بودن و حالا کسانی که دارای فرهنگ نبودن اومدن و دارن اینا رو فرهنگشون رو عوض میکنن، اجازه فعالیت‌های سیاسی که بهشون نمیدن و اجازه اینه که حق حقوق خودشون رو بگیرن نمیتونن، اعتراض نمیتونن تو خیابون‌ها برن برای تظاهرات یا برای درخواست کارهای تاراج ملی و بیت المال که هر روزه ادامه داره و میگن کشش ندید، تازه میگن کشش ندید، صحبتش نکنید، یعنی سنبلش کنید بخورید و برید. ببینید همین اینا در مردم در خودشون جمع میکنن تا یه روزی مثل همون جریان 10 سال پیش میشه که میان میریزن تو خیابون. خیلی ممنون آقای بهمن که در برنامه شرکت کردین. آقای یاسر از شهریار روی خط هستین، سلام بفرمایید. ببخشید آقای یاور. سلام. وقتتون بخیر. من از شما و آقای قاضیان درخواست می‌کنم در حد 1 دقیقه من به عنوان مخالف با شما در همین زمینه صحبت کنم. بفرمایید. خواهش می‌کنم آقای قاضیان اینو توضیح بدین که مردم ایران بدترین توهین‌ها و فحشا رو دارن از همین شبکه‌های اپوزیسیون می‌شنون. همینا که دارن اسم ایرانی رو یدک می‌شن. وقتی بینندگان مخالفین خودتون رو موضوع می‌نن، یه تماس از پیشرفت شده رو برای توهین به همین بندگان پخش کنین. خانم ایران دوست، وقتی همین الان یه بیننده زنگ می‌زنه دین تمامی مردم ایرانو توهین می‌کنه، شما با جان و دل گوش می‌کنین، اول یه سوزن به خودتون می‌زنین بعد یه جواب می‌گیرین. وقتی تو همین برنامه به مردمی که تو انتخابات تو تظاهرات شرکت می‌کنن میگی اینا گشنن و برای ساندویچ و سکه اومدن بیرون، بدترین توهین‌ها رو به مردم ایران می‌کنین. چرا دارین به دیگران میگین؟ شما اول خودتون مورد توهین. چرا مردم ایران وقتی میرن انتخابات دارن آزار میدن؟ شما تو همین شب گفتون بهشون میگن اینا گوسفندن، اینا نفهمن. اجازه بدیم از صحبت شما رو قطع بکنم به خاطر اینکه شما کاملا خارج از بحث ما دارین صحبت میکنین. به هیچ عنوان از شبکه صدای آمریکا چنین الفاظی استفاده نمیشه. این الفاظ رو شما استفاده کردین، منم از بیننده ها عذرخواهی میکنم به خاطر کلماتی که شما استفاده کردین در برنامه ما. اشکان از تهران روی خط هستین، سلام بفرمایید. سلام به شما و کارشناس برنامه. تشکر خانم ایران دوست، من واقعا در حضور این مردم امیدوارم شما حرف من رو قطع نکنید و اجازه بدید من نظرمو بگم. اینجا روی خطه. من میخوام خواهش میکنم، حتی میدونم این کارش خواهد شد، من میخوام بگم شما پیام ها رو دارید برای خودتون انتخاب میکنید، یعنی اون پیام های ضبط شده رو طرف داره میگید برنامه شبکه اجتماعیه، این برنامه اجتماعیه، اما طرف خودتون دارید یه انتخاب شده میذارید که برنامه رو سیاسی کنه و بعد به همه مخاطبین توهین کنه، بگه این مخاطبین اینها مزدورن، اینها یعنی هر کس با صدای آمریکا مخالف بود، هر کس نظرش فرق میکرد مزدوره. شما دارید به هر بیننده توهین میکنید. فقط کسی که موافقتون باشه آقای صفیری که دیگه بماند، ایشون اگر یک کلمه مخالف بگن اصلا باید پانتومیم ما نگاه کنیم، صدا قطع، تصویر قطع. حالا این مسائل رو بذارین کنار، به نظر شما علت اصلی این مسائل چی هستش؟ به نظر شما چرا کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی حمله می‌کنن این دفعه به پیج یک هنرمند؟ درسته. من اجازه بدین اتفاقا با نظر کارشناستون تو این قضیه موافقم. ایشون میگن که اخلاق و اینها برای هر کسی یه ملاک و معیاری داره. خب شما ایرانیای مسلمون ایرانی با اون ملیت و تمدن رو یه افرادی مثل شما میان برای ما در باید بی اخلاقیشون صحبت میکنن؟ آخه صلاحیت ندارید شما. شما اصلا ملاک اخلاقیتون. خیلی ممنون از شما که تماس گرفتین، دیدین که نظرات مخالف شما هم بود، نظرات موافق شما هم اومدن در برنامه صحبت کردن. البته آقای قاضیان جواب شما رو همون ابتدای برنامه دادن که ما بحثمون این نیستش که بخوایم تفکیک بکنیم و بگیم این ملیت بده اون ملیت خوبه، ولی باز هم متاسفانه ما این بحث رو داریم دنبال میکنیم، یعنی این حرفا داره تکرار میشه. آقای قاضیان، حالا خیلی هم معتقد هستن که اینها برمیگرده به عقده های شخصی پیامگذاران، توی نظرات هم ما داشتیم، واقعا تا چه حد این صحت داره آقای قاضیان؟ من مجدد عذر میخوام از اینکه قبل از اینکه بخوام پاسخ سوال شما رو بدم ناچارم برگردم به سخن کسانی که تماس گرفتن. ببینید یک به اصطلاح گرایش روانی همیشه در بین ماها وجود داره
که وقتی یک مسئله روبرو میشیم باهاش، به جای حل اون مسئله یا برخورد با اون مسئله، سعی میکنیم یه مسئله دیگه ای رو پیش بکشیم، بگیم اونجا هم یه مسئله دیگه هست. بسیار خوب، بله اونجا هم یه مسئله دیگه هست، ولی ما فعلا داریم در مورد این مسئله حرف میزنیم و وجود اون مسئله کمکی به حل این مسئله یا دور ریختن این مسئله نمیکنه. فرض کنید که اصلا VOA یا همه شبکه‌های ایرانی یا همه مخالفان ایرانی که در خارج هستن همه فحاش و بدزبان اینا هست، بسیار خوب، ولی آیا مشکل ما رو حل میکنه که یه عده‌ای هستن در ایران، هموطنای ما، که زبان بعد به کار میبرن یا در اینجا هستن که بعد به کار میبرن؟ این رو که حل نمیکنه. بنابراین پیش آوردن اون فقط خلط مبحثه، فقط برای اینکه ما اون مسئله رو دور بریزیم یا قایمش کنیم یا شرممون بشه که بهش نگاه بکنیم. ولی واقعا اگه بخوایم مسئله رو حل کنیم، درست اونها همه مسائلی هست که در جای خودش باید بحث کرد و موضوع کار ما نیست در اینجا و ما میخوایم راجع به اون مسئله بحث کنیم. بنابراین پیش آوردن اونها به معنی نفی اون مسئله که ما باش رو به رو هستیم نیستیم. یکی از بینندگان شما هم در مورد نقش حکومت در این موضوع صحبت کردن. بعضی از بینندگان ممکن تصور کنن که این بحث رو سیاسی میکنه، ولی خب برای واقعیت است اجتناب ناپذیر. یعنی نوع طبقه حاکمه، زبانی که به کار میبره، کاملا تأثیر داره تو رواج زبانی که به کار برده میشه. اینجا هم شما الان ببینید طرفداران رونالد ترامپ چگونه چه زبانی به کار میبرن و خودش چه زبانی به کار میبره، یک رابطه است. اما تو که طرفداران آقای احمدی نژاد اون زبانی رو که ایشون به کار می برد می پسندیدن و بسیاری حتی کسانی که از خارج آمده بودن ایران برای ایشون دست می زدن در موقعی که کلمات توهین آمیز به کار می برد. اینا همه ما مردم ایران هستیم، کسایی نیستن که خارج واردشون کرده باشن ریخته باشن تو ایران. وقتی اینا رو میبینیم باید توجه کنیم که این رابطه متقابل بین حکومت و مردم هم ممکنه در این زمینه تأثیر داشته باشه، خصوصا نوعی از خرد فرهنگ لاتی که از طریق یه بخشی از اون قشر حاکمه توی این دو دهه اخیر در وقتی که رهبر دوم مسلط شد بر اوضاع وارد شده از طریق فرهنگ مدایی که یک زبان نسبتا خاصی هست و شما می‌بینید حتی در رادیو تلویزیون رسمی همین زبان ترویج می و اون نوع از زبان کم کم انقدر رایج شده که ما دیگه اون شناعتش رو احساس نمی کنیم. اما برگردیم به مسئله عقده‌های شخصی. اتفاقا یکی از تئوری‌هایی که مطرح کردن همینه، اما نه تحت عنوان عقده شخصی که کسی طرف چیزی داره و حتما میخواد اون رو اون پشت پنهان کرده و یه جای خالی کنه. اون رو از طرق دیگری به نظر من باید توضیح داد و کمتر راجع به عقده‌های شخصی به عنوان عامل محرک به اصطلاح کاربرد زبان استفاده شده، مگر در رابطه فرد به فرد، یعنی فردی که با اون شخص معین یک ارتباط خاصی داره و اون مشکل قبلیش رو به صورت فحش اینجا ابراز میکنه. خیلی ممنون. آقای علی از ترکیه از طریق اسکایپ روی خط هستین، سلام بفرمایید. سلام با درود و از ادب به همکارتون. تشکر. من میخوام وارد مقوله خود همین مسئله بشم. جناب بازیان، با اجازه شما میخوام بگم فحش و ناسزا و عکس العمل یا پرخاشگری عکس العمل یک عملیه و اون عمل هم تحت شرایطی قرار میگیره. پس باید شرایط زیست محیطی رو بررسی کنیم. ببینید وقتی ما میبینیم در حالت عادی هیچ بشری انعکاس تندی انجام نمیده، یعنی عکس العمل نداره، عادیه. ببینید این عکس العمل بعضی جامعه شناسا فردی میبینه، هر دو درسته، میگن اگر ده رو اصل ده رو دستمون باشه یک ده تو یک توشه. بعضی میگن نه، یک ها رو باید ساخت به ده رسید. هر دو درست میگن، اما اون عمل ده درسته. یعنی چی؟ یعنی اون جامعه وقتی صدا سیما، مطبوعات، رسانه های آموزش و پرورش، همه اینا اگر عمدتر دارای قانونمندی خوبی باشه، طبیعتاً نه اون مسئله دهه، اصل تصیفتی یک کار رو زودتر جذب میکنه. ما ببینید قالب های ذهنی هر فردی، ما 35 میلیون بودیم، الان شدیم نزدیک 80 میلیون. پس نصف جمعیت ایران قالب های ذهنی در یک جامعه بحرانی شکل گرفته. اوایل انقلاب، بعد جنگ و همش ببینید در این 30 چند سال آیا شعاری رو کسی اومد بیرون یک بار اومدن بگن درود بر عشق، درود بر زیبایی، درود بر دوست داشتن؟ وقتی ما شعار مرگ کسی رو میخوایم، یعنی دوست داشتن بلد نیستیم، یعنی به ما یاد ندادن، یعنی من به بچه‌م یاد ندادم عشق رو بفهم یعنی چی، یاد ندادم انعطاف پذیری یعنی چی، یاد ندادم مسالمت یعنی چی، یاد دادم به همه بگه مرگ، همه بدن جز ما. ببینید اینا اثراتیه که انعکاسش هم فحش دادن میشه. شبکه‌های مجازی محدوده، همین شبکه شما محدوده،
صدای سیمای جمهوری اسلامی، یعنی 70 میلیون نباشه حداقل 50 میلیون نگاه میکنن رسانه ها. ما سیلی میزنیم، ما مش میزنیم، خب انعکاسش همینه. متشکرم. خیلی ممنون از شما. آقای عطا از سوئد روی خط هستیم، بفرمایید. سلام. سلام قربان، روز شما بخیر و مهمان گرامیتون. من امیدوارم که صدای منو مسئولین فیسبوک بشنوند، چون من به یک موزل برخوردم، مشکل اساسی خود سازمان فیسبوکه. من میام منزل شما یا سر کار شما، یک میتونم یک فیسبوک باز بکنم، خیلی راحتم به من میده، بعد کدشو عوض میکنم یا خود فیسبوک شما رو کدشو عوض میکنم، بعد میام عکسو عوض میکنم و شروع میکنم به مردم فحاشی کردن و یا عکسای خیلی خیلی ناجور. من دو نفر مرد رو به رؤیت کردم، دو تا مرد که صاحب، حالا اجازه بدین ببخشید آقای عطا، اجازه بدین به حالا خیلی به مسائل ریز اینی که شما میخواییم مطرح بکنین این نپردازیم. به نظر شما علت اصلی این موزلات چی هستش؟ موزل خودش یه موزله که من یک مرد بیام فیسبوک شما رو بردارم، عکس شما رو عوض بکنم، به عنوان یک زن خودم رو معرفی بکنم و هرچی دلم میخواد به هرکی بگم، خودش یه موزل بزرگیه. اغلب اینا ناشناس این کارو شما میکنن. شما راهکار رو در چی میبینید؟ من خود سازمان فیسبوک وقتی من خواهش ازش میکنم، میگم آقا من این کدم رو گم کردم، اینو حذفش کن، نمیکنن این کار، نه کد منو به من میدن نه حذف میکنن، باید فیسبوک منو حذف بکنن، این کار باید دیدار انجام بدن. خیلی ممنون از شما که در برنامه شرکت کردین. آقای علی از هلند روی خط هستین، سلام بفرمایید. الو سلام علیکم. سلام، شبتون بخیر. من در حقیقت در رابطه با این برنامه، من هرگز در شبکه‌های اجتماعی به هیچ کس توهین نمی کنم و ولی میخواستم از آقای قاضی پور اگه اشتباه نکنم سوال کنم. ببینم، من اولا در یه خانواده خیلی مذهبی بزرگ شدم و هرگز خانواده من از فحش استفاده نمی کنن، هرگز پدر من حزب اللهی بود و هرگز این ایشون از فحش استفاده نمی کردن و حتی اگر یه موقعی من استفاده می کردم ایشون خیلی ناراحت می شدن. اینو برای اون افرادی میگم که فکر می کنن که ما مسئلمون به حزب اللهی هاست یا به این که افرادی از رژیم، نه این نیستش. من تو خانواده مذهبی بزرگ شدم و واقعا هیچ کس از فحش در خانواده من استفاده نمی کنه. من فقط مشکل خودم اینه که خیلی از فحش استفاده می کنم در اثر فشارهای عصبی که تو زندگی داشتم و شدیداً تو فشار بودم، داستانش خیلی طولانیه و این موجب شده که در اثر فشارات اجتماعی و غیره که به من اومده، من از فحش خیلی استفاده میکنم و شرمنده میشم. در شبکه‌های اجتماعی هرگز، در میان مردم هرگز، ولی در چیز خصوصی حریم خصوصی خودم واقعا آدم بددهنی هستم و خجالت میکشم از این مسئله، ولی این به من آرامش میده. من چیکار باید بکنم در ازای اینکه از این مسئله بتونم فرار کنم و جزء افرادی باشم که حداقل مؤدب صحبت، من بی ادب حرف نمیزنم ولی فحش خیلی استفاده میکنم. حتما پاسخ آقای قاضیان رو خواهیم شنید. ممنون از شما که تماس گرفتیم، بفرمایید آقای قاضیان. همونطور که من توضیح دادم، تحقیقات نشون میده که برای فحش یه عامل مسکن روانی و مسکن جسمی است، هر دو، یعنی هم میتونه شما رو آرام کنه لحاظ روانی، هم به جسم شما حتی آسایش بده. بنابراین به همین دلیل هم گاهی اوقات توصیه میکنم فحش بدید، اما خب طبیعی است که نه به دیگران، بلکه شما ممکن در خلوت فحش بدید و این تخلیه هیجان در واقع باعث بشه که شما آرامش پیدا بکنید. طبیعی است که مشکل ایشون با روانشناس هست و ایشون باید به روانشناس مراجعه کنن که اونها بهتر میدونن باید چیکار کنن، ولی اون مقداری که تحقیقات در این مورد انجام شده همین رو نشون میده و ایشون هم در واقع میگن که این هیجانات و تراکم یا انباشت اون عصبانیتی که در این به اصطلاح شکل ظاهر میشه که این در واقع همون تعریفی است که از فحش دادیم. ممنون. آقای قاضیان، من فکر کنم زمانمون خیلی کوتاهه، ولی من یه سوال دیگه هم دارم، اونم این که اکثر این توهین ها جنبه جنسیتی و جنسی داره، چرا؟ خیلی این نکته ظریف و مهمیه به نظر من، برای اینکه اگر ما فرض رو بر این بذاریم که یک، فحش عبارت است از تخلیه هیجانات با کاربرد زبان
وقتی این هیجانات خیلی زیاد باشه باید به شدیدترین شکل خودش ظاهر بشه. این شدیدترین شکلش از طریق زبان در کاربرد کلمات جنسی است، یعنی اشاره به اعمال جنسی، اشاره به آلات جنسی، اشاره به اندامهای جنسی و چیزهای دیگری از این دست. چرا؟ برای اینکه جنسیت در فرهنگ ما و در بسیاری از فرهنگ‌ها البته پدر سالاران است، مردم مرد سالارانه تعریف شده، بنابراین توش نوعی از رابطه نابرابر بین دو جنس وجود داره و مسئله ناموس هم از طریق همین ماجرا به وجود میاد. فحش ناموسی هم از اینجا بیرون میاد، چون فحش ناموسی در واقع شدیدترین فحشی است که شما میتونید بدید و اگر فحش رو به معنی تخلیه و هیجانات برای غلبه و قدرت بیشتر پیدا کردن نسبت به کسی که مورد فحش قرار میگیره به دست بیاریم، اینجا شما بالاترین حجم غلبه رو از طریق کاربرد کلمات ناموسی به دست میدید، چون ناموس اون چیزی است که شما باید بهش حمله بکنید و فتحش کنید و خرابش کنید تا فحش مؤثر واقع بشه. بنابراین کاربرد اون کلمات ناموسی یا جنسی در فحش اتفاقا نشون میده که فحش رو قوی تر و کارآمدتر میکنه و اثرش رو بیشتر و بنابراین تخلیه رو هم از درون بیشتر. بنابراین در مکانیزم درونیش در واقع کاربرد کلمات جنسی و ناموسی نهفته است و پذیرش اجتماعیش هم نشون میده که این کار میکنه و جلو میره. خیلی ممنون. من فکر کنم آخرین تلفن رو هم خواهیم داشت. آقای فاضل از ایران روی خط هستیم، بفرمایید. زمانمون خیلی کوتاهه. الو، بفرمایید. ببخشید، من میخواستم در مورد یه مقاله که من قبلا خوندم در مورد آقای فاضل خیلی سریع اگر بفرمایید ممنون میشم. من فکر کنم ارتباطمون با آقای فاضل قطع شد. یکی از نظرات رو من براتون میخونم در ثانیه‌های پایانی برنامه. علی میگه ما فرهنگ استفاده از خیلی چیزها رو بلد نیستیم، نه به خاطر اینکه نمیخوایم، چون یادمون ندادن. سجاد میگه اینقدر جلوی دهانمون رو توی دنیای واقعی گرفتن که عقده‌هامون رو توی دنیای مجازی خالی میکنیم. سپهر هم نوشته بعضی‌ها که سازماندهی شده هستن و بعضی‌ها چون توی جامعه بهشون زور گفته میشه از این طریق تلافی میکنن. کاوه هم نوشته همین الان به کسی اگر بگی یک صحبتی رو بگی که باهاش اعتقاد نداشته باشه و مخالف اون باشه، شروع میکنه به حرفای نامربوط زدن و فرهنگ انتقاد پذیری متاسفانه در بسیاری از ایرانی ها پایین هستش و افراد از الگوهای خوب جامعه برخوردار نیستن. این قطعا نیاز به فرهنگ سازی داره. و غریبه هم یکی از کاربرانمون هست که اشاره کرده به فرهنگ پایین اجتماعی. من عذرخواهی میکنم از مانی که از تهران روی خط موند و وقت نشد که باشون صحبت بکنیم. اما برنامه فردا شب، ایران پس از لغو تحریم‌ها با عقد قرارداد خرید 118 فروند هواپیمای مسافربری ایرباس در صدد نوسازی ناوگان هوایی خودش برآمده. هرچند کارشناسان نیاز واقعی ایران رو 600 فروند ذکر کردند، اما همین تعداد هم میتونه ایران رو به بازارهای جهانی و منطقه‌ای حمل مسافر برگردونه. به نظر شما این اقدام تا چه حد میتونه اشتغالزا باشه و در امنیت پروازهای داخلی ایران مؤثر واقع بشه؟ شماره پیام گیرد 22-382-7205 منتظر پیام های شما هستیم. تا فردا، روز و شب همه شما خوش. ممنون. صدای آمریکاست.